بچه ها صدا ندارم فکر کنم نه؟ تازه بسید آسخایی میکنم سلام مجدد خیلی مخلصم بله بله ببخشید الان صدا هست ولی من یه فکرم دو سه دقیقه حرف زدم صدام نبود ببخشید اصلاحی کردم بابت این یه پنج دقیقه دیر اومدم خودم گفتم یه رو به در بیاد ولی خودم دیر اومدم ببخشید گفتم صدا قبل بود شام خوردم با اجازتون خیلی گشتم بود گرمم هست اذیت شدم نوش جونم یکی بگه نوش جونت مرسی شما خوردین دیگه خب بزن بریم بچه آقا خیلی مخلصم سلام علیکم باشی بریم درس دو درس دو یه ذره قشنگتر درسیه که اول دارین دیگه اونایی که الان مطالعه کردن درسی میشه همه چیز ضبط کردی و مسخره بازی درس دو دترمینان الهی بمونده تو بسم دارم بزن بریم درس دو دترمینان وارونه اصلا دترمینان چیه بچه ها؟ دترمینان به هر ماتریس مربعی باید مربعی باشه یه عدد نسبت میدن مثلا میگن دو این سه یه عدد حقیقی نسبت میدن که بهش میگن دترمینان دترمینان اینجوری مثل قدر مطلق نشون میدیم و میخونیم دترمینان ها دیگه اینو دیدیم توی فصل این نسبت بگید دترمینان دیگه حالا توی حساب ها اینا قدر مطلق دترمینان ماتریس مرتبه یک خیلی چیز مسخره ایه مثلا اگر ما ماتریس مرتبه یک باشه دترمینان ها برابر با تنها درایه شه مثلا من یه ماتریس یک در یک دارم سه خب دترمینان شه همون سه مسخره دترمینان ماتریس مرتبه دو حالا اگه یه ماتریس دو در دو داشته باشم دترمینان ها میشه چی؟ حاصل ضرب و قطر اصلی منهای حاصل ضرب و قطر فرعی اینو منهای این میکنیم عادی منهای بیستی یه مثال هم دیدید چون تو امتحان نرم نیمده ولی چون تمرین کتاب رفع مثلثات هم دادم آوردم تمرین صفحه 28 کتاب درسی تارو تو امتحان نرم این مدل در دترمینان که بسیار اومده یه اوی بدنم افتاد مثلا شاید این امسال بیاد دترمینان میگه اینو به دست بیار خب قطر اصلی سینوس سینوس منهای قطر فرعی کوسینوس منهای کوسینوس نه منهای کوسینوس نه کوسینوس رفت در منهای کوسینوس منظورمه خب میشه سینوس دو منهای بازم دارم داد میزنم سینوس دو منهای کوسینوس دو خب منفی در منفی میشه مثبت میشه سینوس دو به علاوه کوسینوس دو تا داد میزنم یاد فاطمه میفتم سینوس دو به علاوه کوسینوس دو میشه یک من یه اولی بدنم افتاد گفتم شاید بیاد بازم البته یه صفحه 28 داره اینم نیومده اینا مشکوکن یه ذره دوره صفحه 28 همچین چیزی رو گفته دترمینان اینو به دست بیارید خودش یه ماتریسه این ماتریسه درایه هاش دترمینانه دترمینان یه عدد دیگه پس من الان باید اینو شوت کنم یه عدد بذارم جاش خب چی میشه الان آ مرسی آ میشه چی خود این ماتریس دو در دوه این عدداش این درایه هاش خودش دترمینانه دو دو تا چهار تا منهای سه یکی چهار یکی چهار تا منهای دو چهار به علاوه دو شیش تا یازده تا منهای هفت تا نه هفت تا چیه یازده تا منهای ده تا یازده منهای ده یک دو پنج تا ده تا این هم نام منها رو میبینیم من خودم هست چون میدونم غلط میکنم مینویسم منهای سه یعنی برنامه سه سیزده تا اوتی درسته؟ یعنی سایر دوستان حالا اشتباه عدد نکردم اشتباه محاسباتی نکردم حتما حالا میگه دترمینان این رو دست بیار میشه سیزده منهای شیش سیزده منهای شیش هم هفتا بچه ها هستین؟ برادرها خواهرای گرامی تو نوش جان گیر کردین اینا حساب کتابش درسته؟ درست مرسی دیگه از خوردن 99 شروع میشه سوال قشنگ این دوتا خودم حد زدم چون تاله نیومده همینجوری اصلاحی میکنم همینجوری الکی از کتاب درسی دادم الکی نه واقعا از کتاب درسیه خوردن 99 سوالش قشنگه میگه که
آر این دیترمینان آر رو بیارید. اینو من یه دقیقه مکس کنم ببینم چی میتونه حل کنه. الان دیترمینان یعنی چی؟ دیترمینان آر رو بیارید. مسئله دیترمینان خود یعنی چی؟ خود ترسی میشه 5 تا دیترمینان آر من های سرش 24 تا. بچه ها دارم دیترمینان معادله میشه. این هم تمرین کتاب درسیتون ها. مطمئنه حالا اون بچه ها خوبه که آره تسم زیاد دارن دیگه. اینگه هم فولم من هم دیترمینان میگیرم دیگه. میگم دیترمینان آ اینو میدم با نورون خراب میشه. دیترمینان آ تا اینو ننویسی قلعه اصلا هیچی به دست نمیاد مساوی با حالا 5 تا دترمینان آ منهای 6 تا 24 تا آ. یعنی بعد از دیدقتی هم میگه خب میشه 5 تا دترمینان آ منهای 6 تا 24. خب که چی؟ باید معادلش کنم. یکی اون یه آفرین یه دانه مرسی. خب این میاد اون بر منهای 4 تا 5 اون بر منهای 4 تا دترمینان آ مساوی با منفی 24. دترمینان آ چند شو؟ 6 تا. مرسی بچه ها سوال بچه این روز قبول کنید. حتی دترمینان دو در دوی من روزا سوال بچه دو تا سوال به نظر بچه اگر تمرین کتاب دادم خوردهای 99 سوال بچه اگر دترمینان نظر من حالا شما که دیگه استادیم دترمینان مرتبه 3 رو بچه ها اگر اجازه بدید حالا بچه هایی که خیلی در جریانن ما هم میتونیم بست بدیم هم میتونیم از روش ساروس استفاده کنیم. نمیدونم کار درستی کردم یا کار نادرستی کردم برای جزوه امتحان نهایی همه رو با ساروس حل کردم. بعضی وقتا آره تو تست ها یا حتی اصلا تو همین سوال ها بست دادن بهتره ولی من دیگه یه راست همه رو با ساروس حل میکردم که دیگه امتحان نهایی کسی که به ما گیر نمیده که آه چه روشی بری ولی که باید نه. خب با بس یاد بگیر حالا ساروس یاد بگیر. بس برای تستا خیلی بهتره ولی دیگه حالا چون من جزوه رو من دوره از همه رو عوض کنم ساروس بریم نیم فیش گاهی دارد ساروس حالا میره یه کاری بکنه حالا ساروس رو یاد بگیر. من این بلکه ساروس که کاری نداره ساروس همه پسنده. بعد تو با بس تر کن ببین به همین میرسی یا نه دعوا نداره که من نوکرتونم. پس دیترمینان ها همه رو من با ساروس میرم عوض میخوام. اگه کسی دست میره بست بره حوله یه دونه سطح یا ستون دست بدید. اگه به جواب یکسان رسیدید با من که دمتون گرم نرسیدید که بر حتما اشتباه کردید. در این روش چیکار دارم میکنم؟ ستون اول و دوم رو کنار ماتریس مینویسیم. آدیجی رو میبینید؟ دوباره مینویسیم آدیجی بی اچ رو اونجا می نویسیم. یعنی دو تا ستون رو می نویسیم. سپس دترمینان آن میشه چی؟ مثل همیشه حاصل ضرب. مگه دترمینان نمیشه قطرهای اصلی منهای قطر فرعی؟ فقط قطرهای اصلی نکن. این که نه اینم که نه این قطره آی آچ اینجوری دارم سخت دار اینا رو ضرب کن اینا رو هم ضرب کن اینا رو هم ضرب کن قطرهای اصلی. مگه اینا اصلی نیستن؟ اصلی ها رو ضرب کن چرا متفق کن؟ منهای فرعی ها رو ضرب کن چرا متفق کن؟ من همه رو اینجوری رفتم عوضی میخوام. خب دترمینان ماتریس ب ناکن حالا چون اونی که بس میره بس میره اونی که یعنی ناکن من میشم دو منفی یک دو یک سه صفر قطرهای اصلی نکن 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 قطره اصلی این که چی اینه دو سه تا شیش تا شیش پنج تا سی تا قطره اصلی دو دو تا چار تا چار یکی چار تا این هم که صفر دیگه صفر نوشتی 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 منهای قطرهای فرعی این پنج دا منفی پنج صفر
صفر. یه صفر داشته باشه راحته. فقطه همین آقاتون میگفتش که حول سطح یا ستونی بس برید که صفر داره. این هم همونه. حول سطح یا ستونی بس میدیم که نه میگم این هم همون چون صفر داشته باشه یعنی نمیده چه راه میشه کافی یه درای صفر باشه. گوشت صفر، گوشت صفر میشه 34 به علاوه 5. 34 به علاوه 5 چه میشه 39 تا 39 من یه بارکی گفتم بذار اینو یاد بگیریم دیگه چون امتحان نهایی دیگه نمیگن که چی اینو لاغن به همه میتونیم بفهمونیم شاید زن چمن داریم زنگ داریم حالا بحث کنیم آقا چرا اون حول اون نداری آقا چرا اینو نداری آقا اینو شیر منفی من هم کنم گهی نوازوش سوال داریم نه این مدارش سوال داریم آر رو داده بیا رو داده دترمینال بیا پس اول من باید بیا رو در را ضرب کنم که باید ازتون دیگه من ضرب رو کردم چون این بلدیم دیگه از اینجا به بعد هر جایی که ضرب بود من ضربش رو انجام دادم تو پاسخنامه یعنی بیا رو در را بلدیم دیگه ضرب کردم به نوع سطح رو نیم اصفر بازی ستون کردم ضرب کردم این شد حالا دترمینال بیا رو میخواهم من بیا رو ساختم دترمینال اینا که سه منها یک نوشتم یک سه ایده نوشتم این که هیچی این هیچی بود سه سه تا نه تا نه هشتا هفتاد و دوتا آه اینجا نمیشنم هفتاد و دوتا بود دوتا بود هیفده تا منهای قطره فرعی این که هیچی این که هیچی این بود منهای هشت بود شیشتا هیفده تا سد و دوتا بود منهای ستا بود ستا خوردان 99 دو ماتریس این و این مفروضن اگر ما ماتریس قطری باشد دترمینان ها برای به دترمینان بره خب وقتی که گفته که کی قطری بود آه قطریه یعنی این چنده صفر یعنی ام چنده دو این چنده صفر یعنی این چنده منفی یک دترمینان آ که قطر بود دیگه اصلا از اول میتونستم بگم دو یک صفر صفر بدیه دو دردار قطر اصلی دو منهای صفر دو دترمینان بیا رو دوباره اینجوری کردم ول کن صفر منهای سه منهای دو منهای اینو که ول کن اینو که اونه که ست تا میشن دیگه چهار دو صفر دیگه 1400 میگه که من یه ماتریسی هم که همه درایام دعای منهای سه جیه همه درایام یه نگفته نرمه آی مساوی جی باشه فلانم آی بزرگتر از جی فلانم نه میگه من کلن دعای منهای سه جیم سه در دفعه داد میزنم دعای منهای سه جه یا سه در دو هم سه در دو آ یک و یک آ یک و دو آ دو و یک آ دو و دو آ سه و یک آ سه و دو یعنی اینم حالا میگه هممون دعای منهای سه جه ایم دعای دو یکی دو تا منهای سه یکیس دو یکی دو تا منهای سه دو تا میفهمید؟ همش دو نکن بعضی سوال از اینا بود میگو آل مساوی با جی باشه فلان آل بزرگتر جی باشه فلان این میگه آقا من همیشه دعای منهای سه جی هم صدام چرا خوب شد دعای دو دو تا چهار تا سه یکی اولین رو میگه ضرب در دو کن دومین رو میگه ضرب در سه کن اولین رو ضرب در دو کن دومین رو ضرب در سه کن اولین رو ضرب آینه حالا میگه بگه دو در سه دو در سه یعنی دو در سه یک و یک یک و دو یک و سه دو یک دو 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 سه میگه اگر آی با جی مساوی نبود منفی یک بذار بود صفر بذار دو در صفر یعنی دو در مساوی داریم دیگه این و این صفرن بقیهش مساوی نیستن دیگه منفی یکن خلاصه تو دیگه 1400 یه داره کرم ریخته بود دیگه ببخشید
ما به کلی وقت گذاشیم الان آبه رو یافتیم، میگه آب در به دترمینان تازه آب در به یا قمر منی هاشم، یعنی عقده به تمام معنا. آب در به حالا ضرب کن بلدیم، مثلا بلدیم، بگید بلدیم. چرا سه در سه شد؟ این چند در چنده؟ سه در دو. این سه در دو، این دو در سه دیگه، این با این میره یه سه در سه باید میبود که بلد این مچه هرکی دارم خودم رو خطر کنم. اینهاش منهای تموشد یعنی ویژگی های دترمینان. اوکی بچه ها خوبین؟ این ساعت گل ساعت های یعنی بهترین ساعت های روز رو من به شما اختصاص دادم. صبح چه فایده داره؟ اصلا بدترین کلاس هست 11 شب خوبه حال میده، بعد از این تازه میشین شما تا 2-3 بیداریم دیگه. ویژگی های دترمینان و دترمینان فعلا فهمیدیم چیه. یه نظیر با من ساعت عالیه، خوشم میاد که میدونیم. الان تازه بهونه دارید، الان مثلا تا 11 بیداریم میگم آن باید چرا نمیخوابی، میگم تازه کلاس هم تموم شه، بشین تا 2-3 توی اینستا اولی نیست و کتاب و عشق و حال و کردین و علکی مهندس هم که دارید میشید رشته که تجربه نیست، سفید هم بزنید، یعنی حالا الان مشاوره اینجا سفید هم بدید مهندس شدی رفته دیگه، دیگه بدترین آدم مکانیک تهران مرکز قبول میشی، سفید بده تهران مرکز مکانیک به تموم شد مهندس شدی. فقط این رو پاس کنید حالا چقدر مشاوره خوبی بهتون دارم. این چیه؟ آمیجه گیر دترمینان الف میگه که دترمینان آب با دترمینان آ در دترمینان آب برابر. یعنی چی؟ یعنی من چه بدم اول آ رو در ب ضرب کنم یه ماتریس کلوفت به دست بیارم، حالا اگه کلوفت دترمینان بگیرم فرقی نمیکنه با اینکه از آ کوچولو دترمینان بگیرم از ب که کوچولوه دترمینان بگیرم بعدن در هم ضرب کنم هیچ فرقی که 1400 اومده از همین گفته که درسته یا نادرسته اگر آبه دو چیز دو در نباشن این درست. این به نوشتن یعنی ویژگی دوم، ویژگی الف، ویژگی به دترمینان هر ماتریس قطری دیگه لازم نیست مثلا ساروس ماروس بریم یا بست بدیم، این هم که همه تو میدونید میدونم ساده است. دیگه اگه یه ماتریس قطری بود میخواستی دترمینان بگیری دیگه نه رو مسخره بازی کنی دو صفر 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 حاصل در به درایه قطر اصلی هست. شهریور 98 اصلا این ویژگی به سوال اومده میگه اگر آ این باشد دترمینان آ برابر است با خودش هم جا خالی داده، یعنی معلومه که سوال خیلی ساده ایه حاصل در قطر اصلی میشه چقدر؟ 6 تا 6 5 تا 30 تا من که 30 تا فکر کنم با خورده به 1400 اگر آ اسکالر باشد دترمینان ماتریس آ، خب اسکالر دیگه اسکالر خدا رو شد قطریه دیگه، بگید اسکالر قطریه پس میشه حاصل در و قطر اصلی. اصلا F به من ربطی نداره که چیه؟ یعنی که میخوام بگم که این اصلا به تو چه؟ صفره دیگه. چی شد؟ صفر اسکالر اینم صفره، اینم صفره، یعنی این حالتی فقط تو رو عوض کرد اذیت کرد. بعد چون اسکالره یعنی این دو اینم دو، یعنی این اصلا به تو چه؟ اینا صفره. دو تا 4 تا 2 4 تا 8 خرداد 1400 شهریور 98 جیم جیم که میگه این سومین ویژگی میگه که دترمینان ویژگی اول چی بود؟ در مورد دترمینان ها خدا میاد گفت. دترمینان ها در به مساوی دترمینان ها در دترمینان ها. ویژگی دوم چی بود؟ اگه قطری باشه میشه حاصل ضرب و قطر اصلی. ویژگی سوم دترمینان ها دو با دترمینان ها به تمام دو برابره. یعنی چی؟
من مگه خودم بچه‌ها بله او یعنی چی؟ یعنی کسی که بیاد ماتریس آ رو به توان دو برسونه، یعنی آ رو دروازه عرض کنه، این ماتریس کتوکلوف بسازه، بعد حالا این کتوکلوفته بره دترمینان بگیره، خوله به تمام معناست. هر بعد دترمینان مثلا آ دو رو به دست بیا، همون دترمینان آ که کوچولوه، آ کوچولوه دیگه، تازه او در آ ضرب بشه بزرگ میشه، دترمینان کوچولوه رو به دست بیار به تمام دو برسون. باشه، عدد به تمام راحت تره، عدد به تمام راحت تره. کجا رو گفتی؟ آره اینو میگی؟ آره منظورتونه. خورده 98 میگه که اگر آین باشد حاصل آسه، یعنی واقعا من خودم برم آسه یا الفاظ آسه میدین، یعنی چی؟ یعنی آ در آ یا قمر بریاشم تریه نقطه جیم میدونم دترمینان آسه همان دترمینان آ به توان سه است. خب میرم دترمینان آ رو به دست میرم، صدای چیز بود. شهریور 99 خودتی میگینی خلو چله شهریور اگر آ این باشه به این باشه حاصل درم چی؟ حاصل دترمینان آ. خب دترمینان آ که مجموعه سالوس برم بعد میگه دترمینان ب دو، خب میشه دترمینان ب به توان دو. حالا ب چیه؟ قطریه، میشه ضرب قطر اصلی. بح بح در میبیچین همه اینا این همه سرم سوشوشو رد میکنم میگن خسته شنه. خب میگه که دال اگر این قشنگه اگر تمام درایه های یک ماتریس دو در دو را این آخرش نتیجه گرفتم، یعنی بچه زرنگو نگیم آقا چقدر لفتش داری از اول میگفتی دیگه، میدونم من نوکر همه بچه زرنگو هستم، خودم بلدم، به خدا بلدم، ولی حالا توضیح دارم اینه. اگر تمام درایه های یک ماتریس دو در دو را در کا ضرب کنیم، دترمینان ماتریس آسه کا دو برابر ماتریس اولیه میشه، چون دو در دو بود، چون دو در دو بود میشه کادو در دترمینان ماتریس اولیه. اگر سه در سه باشه میشه کاسه ضرب در دترمینان ماتریس اولیه. بنابراین به طور کلی اگر آ ماتریس مربعی این در این و کا عدد حقیقی باشد، دترمینان کا آ یعنی عدد به شرطی از دترمینان میاد بیرون، که به توان مرتبه برسه. کاری میخواد بیاد بیرون، به توان چی میرسه؟ این چیه؟ اینه مرتبه ماتریس همه. آقا نفهمیدم. خب بیا الان مثلا اگر آ ماتریس پس میشه که دال اون را ساده است بچه آ ماتریس 3 در 3 باشد، دترمینان آ رو داده منفی 2، دترمینان آ منفی 2، دترمینان آ ضرب در آ چیه؟ خب مگه دترمینان آ منفی 2 نیست بچه ها؟ پس میشه دترمینانه، جای دترمینان آ چی میذارم بچه ها؟ منفی 2 ضرب در آ. میگه دترمینان این چنده؟ عدد به شرطی میآید بیرون که به توان مرتبه برسد، میشه منفی 2 به توان 3 در دترمینان آ. منفی 2 به توان 3 میشه منفی 8، دترمینان آ هم که منفی 2 بود میشه منفی در منفی مثبت 16. شبیه بهش بازم اومده. آمد من سوال رو به تحقیم مثلا دیر نمده هم یهوی نمیرم، مثلا خرداد 1400 تمام آزمونه رو دونه دونه بررسی کردم، مثلا بعدیش یعنی شاید شبیه به این تو 1400 اومده باشه، ولی من زیره این ننوشتم، شاید هم زیره این نوشته باشم استثنان، ولی هدف این بود که از اول هی همه چی رو نگاه کردم ببینم چه سوال هایی ما چه باها خودم زایی بود من.
استثنا اینجا چون دیگه 1400 من 90 میگم پریدم 1400 چون دیگه اصلا کاملا شبیه به اینه آ 3 در 3 باشد دترمینان آ 4 باشد حاصل این را بیابید مسئله نیست حل نمی کنم دوباره می دونم 4 4 تا آ 4 به توان 3 آ به 98 اگر آن باشد مقدار دترمینان منفی ها بچه اینو یه جور دیگه هم میشه تحلیل کرد ایران نگید از هم که بگید که خب آقا دیگه منفی که کاری نداره همه آر در منفی ضرب کن بعدا حالا از این ماتریس جدیده دترمینان بگیر راست میگیر هیچ فرق نداره ولی من با توجه به این نکته حلش کردم ایراد از هم نگید بالاخره این یه ضریب دیگه ضریب به شرطی می آید بیرون ضریب به شرطی می آید بیرون که به توان مرتبه برسد میگم دترمینان منفی ها میشه منفی بالاخره منفی ضریب دیگه منفی یک دیگه میشه منفی یک به توان سه ضرب در دترمینان منفی یک به توان سه که منفی یکه دترمینان آرام رفتم اینجا حساب کردم گیش 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 هشت منفی هشت کسی هست نفرند باشه؟ نه؟ خب بریم بالا خوردان نوادانو میگه درسته یا غلطه؟ اگر آ یک ماتریس اینو دیگه خودتون باید بگید دیگه اگر آ ماتریس 3 در 3 باشه دترمینان آ 2 باشه دترمینان 2 آ 16ه درسته؟ نه دوباره فکر کنم بچه ها میدیگه آره آره دو به شرط میاد بیرون میشه دو به توان سه زب داره دترمینان ها دو به توان سه هشته دترمینان ها دوه دو هشته شونزده تا درسته درست شایده نداره بچه انرژی ها نگفت نگاه الان فقط مدیکا جواب بده من سوال پرسیده من هوتن هم رفت داره ده یه رفت میشه دو میخوابه دیگه عشقم بیا آجا ببینم بیا تو رو خدا مرسی مرسی شهریور 99 میگه اگر آ یک ماتریس 3 در 3 باشه دترمینان آ 5 باشه آنگاه یک دو بخور یک دو به شرطی میآید بیرون هی تکرار کن عدد به شرطی میآید بیرون که به توان مرتبه برسد خب به توان مرتبه برسه میشه یک دو به توان 3 ضرب در دترمینان آ که 5 میشه چی؟ یک هشتم ضرب در 5 5 هشتم اوکیه؟ بله دیگه از اونا آ رو داده به رو داده حاصل خب این فکر همه این نکات توشه بچه ها سوال روشن میده اول اینکه دترمینان آ رو میخواد ویژگی یه که دترمینان رو بیاده نهی آ رو در بیز در کنه بدبخت میشی یا تا آخر میام کنکور تا آخر امکان نهایی تو داری آ رو در بیز در میکنی بعدن دترمینان نه دترمینان آ به میشه دترمینان آ در دترمینان به دترمینان آ سر اینو نوشتم گیشت منهای گیشت شد 4 دترمینان ب خدا رو شد قصریه میشه چند؟ منفی 6 پس دترمینان آ در ب شد دترمینان آ منفی 24 این شد منفی 24 به علاوه دو تا آیسه دو به شرطی می آید بیرون که به توان مرتبه برسد آیسه یعنی مرتبهش سه دو به توان سه هشته دترمینان آیم که چنده؟ یکه پس میشه هشتا پس این هم شد هشتا بیشتر منهای هشت نمیدونم چی میشه اوکی بچه ها مرسی بچه ها مرسی بریم سپاس گذار از همه بچه ها بریم
حسابان مالیه داشتیم که از هم گرفتن ما. گفتن ساعتتون خیلی دیر وقت میاد. ما فهمی کلاس هم 8-11 در شد داشتیم باشم. یه امد اعتراض کردیم مثل که استاد سعادتمند دیگه ای نصیبتون شد. خوش به حالتون. آقایین محترم، برادران عزیز، اخویان گرامی، خواهران گل، وارون آتریس. وارون هر آتریس مانند آر با آب تمام منفی یک نشون میدن. نشون میدیم. آها، این تاره تو سال امتحان نهایی نبوده. تو تستا بعضی وقتا به کار میاد، مشکوک میزنه. آدم چیزایی که تاره تو امتحان نهایی نیومده، مثلا میبینه تو کتاب هست، یه زن مشکوک میشه به امتحان نهایی خودش. تعریف وارون ماتریس کسی هم میدونه تعریف میدونه، اما شما مثلا دست و مسکار رو هزار بار تست زدی به کمک وارون ماتریس حل کردی، ولی تعریف ما کی دو ماتریس وارون همن، این اولین مطلب، یعنی مطلب سوم من سوا کردم، مطلب سوم رو این گذاشتم که اصلا تعریفش چیه، کی دو تا ماتریس وارون همن، کسی میدونه اینو؟ حتی اینجا نمیشنم این ها دیگه اینجاست. وارون هر ماتریس ماننده ها رو با وارون آمتان منفیق نشون میدیم که اگر در خود آن ماتریس ضرب شود برابر آی میشود. تا حالا نیومده، ولی اگه گفت نشون بده که آهو به وارون همن، باید چیکار کنم؟ یا اصلا از هم سوال میپرسه، میگه آیا آهو به وارون همن؟ آبوبه به شرطی وارون همن که بچه ها آ در ب آی بشه، ب در آ آی بشه، در این صورت دوماتیس وارون همن. یعنی یه بار میگیم آبه رو میسازیم باید آی بشه، ب آ رو میسازیم باید آی بشه، اگر آی شد این دوتا وارون همن. هنوز طریقه وارون کردن رو یاد ندادم، ما فقط تعریف وارون رو گفتم. پس کی وارون همن؟ تارو نیومده، وقتی که زرم مثال 27-22 کتاب درسیتونه میگه نشان دهید این دو ماتریس وارون همن. آب رو بساز، ساختم، ا آی شد، ب آ رو بساز، ا آی شد، چون جفتشون آی شدن پس آب وارون همن. اینجا من بعد با اینجا شروع میکردم، به دلم افتاد گفتم حالا اینم بگم. طریقه به دست آوردن وارون میدونم بلدید، من مخلص همتونم. اگر آ همچین ماتریسی باشه، برای به دست آوردن ماتریس وارون از فرمول استفاده میکنیم. بچه ها میریم دترمینانش رو به دست میاریم، میذاریم زیر یک، در یه ماتریس جدید ضرب میکنیم. این ماتریس از روی ساخته میشه. چطوری؟ اینطوری. این دوتا جا به جا میشن، این دوتا قرینه میشن. یعنی گفتی ماتریس رو وارون کن، فدات شم اللهی، برو اول دترمینانش رو به دست بیار، بذار زیر یک، در یه ما میشه یه عدد، چون دترمینان که عدده، یک هم که همیشه بالا ثابته، میشه یک فلانوم، در ماتریس جدید ضرب کن. این ماتریس جدیده چیه؟ جا به جای قطر اصلی، قرینه قطر فرعی. خرداد 99. این سوال من مجبور بودم که الفش هم دوباره بنویسم. الفش رو قبلا حل کردیم بچه ها. صدا ربطی داره؟ خب عرفش رو قبلا حل کردم، این یادتونه که از اینجا هم دترمینان گرفتم، دترمینان گرفتیم. یکی از بچه هم اتفاقا جواب داد امریکا بود یا نمیدونم کی بود، گفت 6 میشه، نمیدونم. حالا بیرین میگه که ماتریس وارون آر رو حساب کنیم، یعنی بعد از اینکه اینو فهمیدیم که 6ه، سوال امتحان نهایی بوده دیگه، اینو که فهمیدیم 6ه، یه ماتریس جدید شد، میگه وارون اینو حساب کن. اول دترمینانش رو به دست میاری، 6 5 تا 30 تا، منهای 38 تا 24 تا میشه 6 تا، میشه 1 6 این دو تا جا به جا، خب این دو تا قرینه، بعد میره در تک تک اینا
ضرب می‌کنید. من پاسخ نامه رو نگاه می‌کردم، همینجا هم نمره کامل می‌دادن، یعنی دیگه ضرب هم نمی‌کردی، اوکی. خب حالا دیدی فرمول وارونو میشه یک بر روی دترمینان. پس اگر یه وقت دترمینان یه ماتریسی صفر بشه، وارونش تعریف نشده. یعنی به شرطی یه ماتریس وارون داره، نکات فرموله میگه. من اصلا از خودم نمیام، یعنی بر خودم سوال پیش اومد، مگه فرموله وارون نگفتی آقا دترمینان به دست بیار بذار زیر یک، خب این دترمینان صفر بشه چی میشه؟ خب وارون هم تعریف نمیشه، میشه یک صفرم. یک صفرم داریم؟ نه. پس با توجه به فرمول معلومه که اگر دترمینان ماتریس صفر بشه و ماتریس وارون نداره. بخوابید بچه ها، من خودم درس میدم، آخرش قطع میکنم میرم، مزاحمتون نمیشم. مدیکا یه چیزایی میگه، حوتنم که میگه و برایم بخوابید دیگه، من خودم خاموش میکنم میرم، میگرم دیگه، دیگه فکر کنم کسی نیست، خودم خاموش میکنم برید بخوابید. خوردن بر خودم دارم مرور میکنم، یادم نره. خوردن 98 اما چه سوالی اومده؟ شرط لازم و کافی برای اینکه ماتریس مربع یا وارون پذیر باشد آن است که دترمینان ماتریس آ اینجا باشد. دوباره یه ذره ادبیاتتون اینجا چی جوری پر کنم؟ چی باشد؟ خب باید صفر نباشد. همیشه ما باید بگیم نباشد، ما میگیم صفر نباشد. باشد آورده چی بگم؟ اینجا معلم ادبیات میخواد. مخالف صفر باشد. همین پر کردن این بعضی وقتا درد سر میشه. اگه بگه نباشه تو باید بگه صفر نباشه. اگه بگه باشه یعنی مخالف صفر باشه. چی میگه او برای خود؟ بچه ها خوابیدن داری برای خود چه بگه؟ مهمان این را طوری بیارم که ماتریس این وارون پذیر نباشه. که این ماتریس وارون پذیر نیست؟ دترمینانش صفر باشه. بگید دترمینانش چی میدانی؟ صفر. دوم منهای چهار صفره. دو ام چهاره، ام دو ام. خوردن 99 اگر آیین باشه وارون پذیر نباشد، وارون پذیر نیست یعنی چی؟ دترمینان صفر. من نهای چهار آ چی؟ منهای سرش بیشتر تا صفره. وارون پذیر نباشه یعنی دترمینانش چیه؟ صفره. منهای چهار ها بیشتره، آ چنده؟ منفی شیشره. آره من کجا هم میباشم؟ خب پنجمین مطلبی که میخوایم با هم یاد بگیریم در مورد وارون چهار رو تا مطلب یاد گرفتیم که اصلا من تیم منو پاک کنم با ورسان یاد داشتم چرت و پرت میگم. شما هم قابل من هم قابل تو با همه عالیه. ما بعد چهار تا مطلب خوندیم؟ حتما خوندیم. خسته نباشید بچه ها. نه نرید ها، همه همه منتظر هم میگم خسته نباشید. دو ویژگی در مورد وارون ماتریس، من دو ویژگی رو بگیریم. تا حالا برای خواهم درس نده بودم، تجربه قشنگی. اما دو تا ویژگی در مورد وارون بهتون بگم. الف، وارون وارون هر ماتریسی میشه خودش. مطلب مهمی ها، به ظاهر ساده است، ولی یه سوال این جدیدن اواخر خرداد 1400 مرشد اومد، خیلی قشنگ بودم حل میکنم. یعنی به ظاهر خیلی آقا مثلا ما تو ریاضیات بسیار دیدیم مثلا متمم متمم میشه خودش، همیشه آره وارون وارون هم میشه خودش فعلا بپذیریدش، ولی بهش با خنده نگاه نکن، بگو هر چیزی مسخره الان حالتو میگیره. ب دو تا ویژگی در مورد وارون هست. آها این چه قشنگه. اگه دترمینان وارون یک ماتریس رو بخوان خل نشی بری یه ساعت وارون کنی بعد دترمینانشو به دست بیاری، یا
یعنی دیترمینان وارون رو خواستن نری وارون کنی ها، خلی این خلی. دیترمینان وارون میشه یک بر روی دیترمینان خودش. یعنی اگه اومد گفتش که دیترمینان وارون رو به دست بیار، تو رو دیترمینان خودش رو به دست بیار، یک رو بذار رو کلش، همین دوتا ویژگی. وارون وارون میشه خودش، دیترمینان وارون میشه یک بر روی دیترمینان آخوردار 1400. فکر کنم این سوال قشنگه، یه دقیقه مکس میکنم ببینم کسی میتونه جواب بده. مشان این قشنگ بود، نمیدونم یعنی این قشنگ بود. حالا فعلا میگم 1400 یهو اینا رو شده خوردار بلا فاصله شهری و در مورد ویژگی های دترمینان. اول خوردار 1400 ببینم کسی میتونه جواب بده. معمولا ملیکا جواب میداد یا یه نفری هم جواب میداد. سوال هر کنید بچه ها. اول اینکه خب من میدونم دترمینان وارون چیه، یک برای دترمینان ها، پس باید اول دترمینان ها رو به دست بیارم. آیا میتونم دترمینان ها رو به دست بیارم؟ سکوت کردم ها، تو رو خدا یکی جواب بده. لاغر بگو بلد نیستم. درجه دو میشه یگانه، درجه دو میشه منظورتو میفهمم. معادله شو میگی؟ شاید 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 راست میگی، آفرین یگانه، شاید جایی که میداره دیر میخواد یا شیطون دوامی مرگز نخواد بی بچه ها خوابه. برمار کنم برد کنم که بچه خودم بعدا این فیلم زب شده شو ببینیم بچه بخواب دادا. خب یادتونه گفتم الان مثلا من دیترمینان مثلا دوچار غرور بشم بگم خب این در این قطر هستی من های قطر فری، خب که چی؟ بچه از طرف این باید دیترمینان بگیرم دیگه، یا دیترمینان دو نه بذار برم باید بالا میگم دیترمینان دو آ، دیترمینان دو آ مساوی با، از اینم دارم دیترمینان میگیرم. دترمینان این میشه حاصل در به قطر اصلی، یعنی میشه دترمینان آ دو. مرسی یگانه، یگانه بودی؟ مرسی یگانه. دترمینان آ دو منهای منهای چهار. دترمینان دو ها بچه ها، عدد از دترمینان چجوری میاد بیرون؟ عدد چجوری از دترمینان میاد بیرون؟ به توان مرتبه میرسه. دو به توان دو میشه چهار تا دترمینان آ مساوی با دترمینان آ دو به علاوه چهار. معادله درجه دو میشه یکانه، همه رو بریزیم یه طرف دیگه میشه دترمینان 1400. سوالش قشنگ بود. دترمینان آ دو منهای چهار تا دترمینان آ به علاوه چهار صفره. بچه ها هستین؟ تو رو خدا چه سوال قشنگی. توپولی میشه توان توان مرتبه یعنی توپولی بله میشه چی؟ اتحاد مربعه. میتونید دلتا حل کنید، فلان حل کنید، بیسار حل کنید. من از اتحاد مربع میرم چون دوتا مربع میشن. میشه دترمینان آ منهای دو به توان دو مساوی با صفر. قبول دارید؟ همینه دیگه، دترمین اولی به توان دو، دومی به توان دو، دو برابر اول در دومی. یه چیز به توان دو شده صفر، پس خودش صفر بوده، پس دترمینان آ منهای دو صفر بوده، پس دترمینان آ دوه. حالا اینو که میخواد این چیه؟ اینا بالاش نوشته این چی میشه؟ میشه یک بر روی دترمینان آ میشه یک دوم. اگه کسی نفهمیده اگه من دوباره توضیح بدم چون این سوال قشنگ بود. کسی اگه نفهمیده باشه یگانه، مرسی یگانه.
هم آب میدید و اولش با 24-5 نفر شروع شدیم الان به 19 نفر رسیدیم. مرسی. به این وضعی شهریور 1400 ما وارمون داده خود این شبیه تست هاست، از اینا تست زیاد زدیم، نهایی چه قشنگ ازش اومد. من که بلد نیستم ببینم کسی میتونه وارمون داده خودشو میخواد، باید خودشو بده وارمون بگیره. من که نمیفهمم، اگه کسی میفهمه یه صحبتی بکنه ببینه صحبتی نه، مثلا بگه چیکار، نظری، حرفی، حدیثی. 1400 اومده بچه ها. یگانه میگه درایه ها یگانه آفرین دوباره وارون میکنه هوتن آفرین معلومه تست دادین آفرین خوش آمار ازت آفرین. خب بچه ها بله، خب من میگم پس باید چیکار کنم چون آرو میخوام، میگم این وارونه رو اگر اینو گفتم نخندید بشه، اگر وارون کنم میشه آ. پس من باید برم این وارونه رو چیکار کنم، وارون کنم تا بشه آ. حالا من میخوام کی رو وارون کنم بچه ها؟ این فکر کنم یه ماتریسیه دیگه بچه ها، یه ماتریس بیه، اجازه میدید من اینجوری بگم؟ چون این وارون الان من رو اذیت میکنه. نکنیم یه بار دیگه بگم، من باید این ماتریسه رو وارون کنم تا بشه آ. خب حالا اسمشو بذار بی. بی رو چجوری وارون میکنی بچه ها؟ بی رو چجوری وارون میکنی؟ بی رو بخوای وارون کنی، بی رو بخوای وارون کنی، حالا من اینجوری می‌نویسم که بفهمید چه می‌تونه نگه ننویسی. بیا میشه یک بر روی دترمینان بی، درسته؟ ضرب در کی؟ جا به جای اینا، این اسمشو گذاشتم بی. یه بار یه توضیح بدم، میدونم همه تو اونایی که گوش میکردن فهمیدن، ولی حالا میگه که وارون رو داده خودشو میخواد. همه بچه های گل گفتن آقا وارون رو وارون کن، میشه خودش. خب من این وارونه رو که میخوام وارون کنم، اجازه بدید جای وارونه به اسمشو بذارم بی، یعنی من باید بی رو وارون کنم. حالا بی چجوری وارون میشه؟ میشه یک بر روی دترمینان بی ضرب در ماتریسی که این دوتا جا به جا میشن، این دوتا قرینه میشن. حالا من باید دترمینان این بیه رو به دست بیارم دیگه، یعنی دترمینان آوار رو باید به دست بیارم. دترمینان آوارون که همون بیه هست، دترمینان بی که همون یه دترمینان آوارون، طبق فرمون میشه یک بر روی دترمینان آ. قبول دارید؟ آره؟ بله مرسی. خب پس میشه چی؟ یک برای دترمینان آ. خب دترمینان آ چنده بچه ها؟ الان دترمینان چجوری به دست میانم؟ دترمینان آ وارون به دست، نه اصلا بچه این از این استفاده کنم، خودش میشه دترمینان آ وارون دیگه. آ وارون اینه دیگه، دترمینان شم میشه اینو. نه دارم اشتباه کردم، یعنی لزومی نداره این کار رو بکنم. نه من پاک کنم. آه راست میگه، از خستگی بود. میشه دترمینان این دیگه، دترمینان این چجوری به دست میاد؟ دو ست تا شیش تا بلم بلم حاجه براتون من یه لحظه بیزنم. دترمینان آوارون دیگه، آوارون مگه این نیست؟ دترمینان این چی میشه؟ دو ست تا شیش تا دو ست تا شیش تا منهای دو، یعنی بلاوی دو میشه هشت. پس دترمینان بیه که هم دترمینان وارون بود میشه یک هشتم سه یک منفی دو دو. میفهمید بچه ها؟ الان این شد دیگه. من باید چیکار میکردم؟ این ماتریسه رو وارون میکردم تا برسم. من برداشتم اینو وارون کردم،
اسمش هم مثلا بی نامیدم که قاطی نشه. بی وارون میشه یک برای دترمینان بی. دترمینان بی همون دترمینان آوارونه. آوارون مگه این نیست؟ میشه 6 منهای این 8. این شده میشه. درسته؟ فهمیدین؟ مرسی. این نکی هم اونجا هم ریزه. مرسی. سوال خیلی قشنگی بود و هزار سال بید دوباره خودتون حل کنید. قشنگ دستتون میاد. حل دستگاه به کمک ماتریس یا آخراش باید شد. حل دستگاه به کمک ماتریس میکنیم و 4 تا قاعده و تمام. ولی سوال خیلی زیاد داره. هی همه امتحان نهایی ها حل دستگاه به کمک ماتریس اومده به کمک ماتریس وارون. خب من یه آب بخورم. شما یه آب بخورید. اگه کسی سوالی داره در مورد این بازاییه بگه ها. یه نگاهش بگید خیلی قشنگ بود بچه ها. مرسی. حل دستگاه به کمک ماتریس. برای این کار دستگاه فلان رو به ماتریس ذرایه برمیداری. آب و بیو آب و بیو آب پریمو به پریمو میکنی یه ماتریس به نام ماتریس ذرایه ایکس و ایگرگ ماتریس مجهولا و این سه و سه پریم ماتریس عدد ثابت. یعنی اینجوریش میکنی میگیم ماتریس ذرایه ضرب در ایکس ایگرگ مساوی با سه سه پریم. اوکیه؟ تمام بریم وقتتون رو طرف نکنم. حال برای یافتن ایکس و ایگرگ ها الان من ایکس و ایگرگ رو میخوام. مگه نباید همیشه این میرم زیر اون تقسیم میشد؟ مگه نباید زیر این تقسیم بشه؟ به حمایت دیگه این باید چی بشه بچه ها؟ وارون بشه. این باید وارون بشه از پشت در سه و سپریم ضرب بشه. نباید از جلو ضرب اصلا جلو که ضرب نمیشه. باید از پشت بیاد در سه و سپریم ضرب بشه. حال برای یافتن ایکس و ایگرگ مانند ماتریس ذره را از پشت در ماتریس عدد ثابت ضرب می‌کنیم. شاید 98 شما طولانی بوده من دیگه اکثر کارش انجام دادم. ماتریس ذره من چی میشه بچه‌ها؟ 3 منهای 4 منهای 1 2. این ماتریس ذره رو مینامیم آ. پاسخنامه تا نهایی همش آ نامیدن. ماتریس ذره رو نامیدم آ. بعد ایکس و ایگرگ میدید چی میشه؟ میشه وارون این. باید برم اونو وارون کنم. فرمول وارون چی بود؟ عکس دترمینان در اون ماتریس جدیده. دترمینان ها 2 3 تا 6 تا منهای 4 میشه 2 تا. عکس دترمینان در این جا به جایی اینا قرینه اینا شد این. این وارون آه. وارونه ها رو باید چیکار کنم بچه ها؟ از پشت برم در ماتریس یک و یک چیکار کنم؟ ضرب کنم. یه بار دیگه بگم میریم اول ماتریس ذرایع رو میسازیم. ماتریس ذرایع رو باید وارون کنیم. چجوری وارون میکردیم یه ماتریس رو؟ یک بر روی دترمینان ضرب در ماتریس جدیده. پس من ماتریس ذرایع و دترمینانش رو به دست آوردم شد یک بر روی دترمینان ضرب در ماتریس جدیده. ماتریس جدیده چیه؟ جا به جایی اینا قرینه اینا. حالا این رو ضرب کنم میشه یه چهار دوم دو یک دوم و سه دوم. این رو باید از پشت در ماتریس جواب آره ضرب کنیم و ضرب می کنیم دیگه بچه ها. اینجوری سطر رو ستون کنم یه دو یک یکی یکی دو یکی دو تا یک و دو سه. حالا یک دوم و سه دوم در این ضرب میشه. یک دوم در یک میشه یک دوم. سه دوم در یک میشه سه دوم. یه دوم و سه دوم میشه چقدر؟ چهار دوم دو. پس ایکس من سه ایگرگ من دو. دیگه حل نکردم بچه ها. دیگه 98 اومده جواب دستگاه زیر را با ماتریس وارون بیابید. خودتون فکر کنم میتونید حل کنید. میخواد حل کنم؟
هیچکی نیست. اوکی آقا، خب خدا شد خودتون حل کنید. اینو چرا حل کردم؟ همینجا هم یکی در میون حل کردم، یه دونه حل کردم، حل نکردم، حل کردم، حل نکردم. ماتریس ضرایب هم چیه؟ 1 ÷ 2 ÷ 2 = 6. دترمینانش 6 = 6 تا، منهای 4 شد 10. وارون چجوری میشه؟ عکس دترمینان در ماتریس جدیده. ماتریس جدیده یعنی این دوتا جا به جا، اون دوتا فلان از پشت در این ضرب میشه. خرداد 1400 هم دوباره اومد، خودت بیا به این جوابو برس. دی 1400 چی؟ آه یه چی فقط شروع نمیشتم علیکی شلوغش کرده. و اگر آ ماتریس ضرایب و ایکس را ماتریس مجهولات و بی را ماتریس معلومات و علیکی داره شلوغش میکنه، بعد میگه دستگاه دو مادر دو مجهولی را از تساوی این حل کنی، میدونی یعنی چی؟ یعنی هم ماتریس وارون، نه این باید بگه از ماتریس وارون اومد کلاس گذاشت. خب میگه ایکس رو میخوای بیابی، ماتریس مجهولات ایکس رو بخوای بیابی، ایکس میشه چی؟ اینجا من اینو می‌نویسم، ایکس میشه چی؟ بگید ایکس میشه آوارون ضرب در بی. پس باید بری آوارون رو دوباره به دست بیاری. آ کیه؟ 2 - -1 - -4 = 3. اینو باید وارون کنی، از پشت در بی ضرب کنی. مطلب آخر فکر کنم 7، شرط وجود جواب در دستگاه دو مادر دو مشهور. بچه خوبیم؟ تموم شد. این جزوه رو یه بار بخونید، بخون همه سال امتحان نهایی رو حل کردم. یعنی شما هر سال رو نگاه کنید، اگه من یه دونش رو پیچونده باشم به خدا نپیچوندم. همه سال امتحان نهایی رو حل کردم، حتی بعضی هاشو که فکر میکردم تا حالا نیومده رو حل کردم. فقط کافیه یه بار خودت حل کنی. حالا الان فعلا استرس میدونم، شاید الان مثلا حال حسین نداری زیاد همکاری نمیکنی، چون شب امتحان نیست. شب امتحان همین جزوه رو بخون، برو 20 بشه به خدا قسم. حالا الان زیاد شاید حال نگردیم، یعنی حس امتحانه نیست. این از دو هفته بعد که قاطی امتحان رو میشید، اون موقع اگه با کلاسی داشته باشید همه تون جواب بدید، همه تون بیدارید، اونجوری خیلی خوب میشه. خب شرط وجود جواب در دستگاه دو مادر دو مشهور، آقا یه دستگاهی داشته باشیم که جواب داره که جواب نداره، فلان میسار چی؟ من ارتاپا باشم. آه من سرتاپا باشم، چاکرم من چی؟ خیلی مفرس. آقا که جواب داره که جواب نداره که فلانه. بچه این دستگاه دیگه، دستگاه خط دیگه. حالا تو حسابان و اون قسمت‌های هندسه تحلیلی زیاد از اینجور بحثا کردیم. این یه خطه، چون درجه یکه، یه در بیاد ریاضی درس بدیم. این درجه یکه یعنی خطه، اینم درجه یکه چیه؟ خطه. ما بچه که بودیم، نهم که بودیم، میرفتیم دستگاه رو حل میکردیم، میدونستی چی رو به دست میاری؟ محل تلاقی دوتا خط رو به دست میاری. حالا دوتا خط مگه همیشه محل تلاقی دارن؟ بله، بعضی وقتا یه نقطه همدیگر رو قطع میکنن. اون ایکس و ایگری که بچه بودی اینقدر بودی، بودن اینقدر بودی، نهم بودی دستگاه حل میکردی، امتحان نهایی داری نهم، محل تلاقی ایکس و ایگری به دست آوردی برای آقاتون، خانومتون بود نمیدونم آقاتون. حالا مگه دوتا خط حتما همدیگر رو قطع میکنن؟ نه، ممکنه قطع کنن، ممکنه دوتا خط موازی باشن، هیچ محل تلاقی نداشته باشن، ممکنه دقیقا بیفتن رو همدیگه و بیشمار نقطه تلاقی داشته باشن. پس هر دستگاهی حتما جواب نداره، چون هر دو خطی حتما همدیگه رو قطع نمی کنه. یا یه جا قطع می کنه، یا اصلا قطع نمی کنه، یا بیشمار جا قطع می کنه. ما با چشامون میتونیم بفهمیم کدوم دستگاه توی یه نقطه همدیگه رو قطع میکنن، کدوم دستگاه همدیگه رو قطع نمیکنن، کدوم دو خط بگم بهتره، و کدوم دو خط تو بیشمار همدیگه رو قطع میکنن. تمام، خداحافظ.
اگر آب آپریم مساوی نباشه با ب ب ب پریم، دستگاه حتما یه جواب داره. دو تا خط متقاطع هستن، دستگاه یه جواب داره. اگر آب آپریم اصلا گیت شده هم نداره، حفظ کرده هم نداره، آقا مساوی نشدن حتما یه جواب داره. بعد من سومی رو بگم شاید بهتر باشه. اگر هر ستا اینا مساوی باشن، آب آپریم مساوی با ب ب پریم مساوی با س س پریم باشه، یعنی اینا یکی هم دیگه، یعنی کاملا میفتن رو هم دیگه، یعنی حفظ کردن نداره. اگر همین با هم مساوی باشه، یعنی دستگاه بی شمار جواب داره. پس چی مون فقط؟ اگه مساوی آب آپریم مساوی با ب ب پریم باشه، مساوی با تحت‌ترین نباشه، در این صورت موازی هن. آقا بیدار میشن بچه، راست میگه، ببخشید دست دادم بیدار شدن. ایو سوی میکنم آرام سوانت هم بچه ها خوابن دیگه، یواش یواش دارم لالایی میخورم. لا 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 اون موقعی باید بخوابی نمیخواید، یعنی پدر مادر ها کلافن که بچه برو بگیم بخواب، همینجوری چشم باز میشنی مادر پدر نگاه کن. حالا که من دارم التماس میکنم بچه بیدار باشید بیا دوتا بارم دیگه بخونی، همه خوابشو میگرفته، حالا خوابیده دستش بود. نه شروع میکنم هستی خدا رو شد. یه دیده دیگه هم داره بچه ها، اگر دترمینان آ صفر نشه، یعنی دترمینان آ صفر نباشه، دو خط یه دونه نقطه تعاوت دارن، هم یعنی میشه مرحله اول. اگر دترمینان آ صفر بشه طبیعتاً دستگاه جواب نداره دیگه، چون ما باید با وارون کردن حل کنیم دیگه. دستگاه رو چجوری حل میکردیم؟ وارون میکردیم دیگه. وقتی دترمینان صفر بشه، وارون نداشته باشه، یعنی دستگاه هم جواب. حالا اینجا یه ضعفی داره، این که من ببینم دترمینان آ صفره، نمیتونم بفهمم حالت دو یا حالت سه، فقط میفهمم که دستگاه حالا یا جواب نداره یا بی شمار جواب داره. اینجوری نمیتونم مطمئن بشم که حالت دو یا حالت سه. پس دترمینان هم همینه داره میگه. اینجا مستقیما برای هر سه حالت، اینکه یه نقطه قطع کنن، اینکه موازی باشن، یا اینکه چیزه، هر کنی جدا 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 راه حل رای میده. اما دترمینان اگر مخالف صفر باشه میگه یه جوابو داره، چون دستگاه رو میشه حل کرد. دترمینان صفر باشه دستگاه رو میشه حل کرد. مرسی ملیکا که سوتی منو میگیری. اگر دترمینان صفر باشه، من فقط میفهمم که جواب نداره یا بیشمار جواب داره، یعنی خوب نیست. خاموش بچه دیگه 97 میگه دستگاه این به ازای چه مقادیر امدارای جواب منحصر به فرده، یعنی جواب داره، آب آپریم مساوی نباشه با ب ب پریم. آب آپریم ام منهای سه ب چهار مساوی نباشه با سه به روی ام به علاوه یک. اینا از مساوی نبودن نترسید بچه ها، فکر کنید مساوی یه طرف این وسطه کنید و حلش کنید، یه طرف این وسطه کنید حل کنید، حالا مساوی نباشه اصلا برای مهم نیست. اینا چیه؟ خب بچه ها اتحاد جمله مشترک بلدین یا خرچنگی ضرب کنم؟ این در این ولی این تا جمله مشترکه دیگه، میشه ام دو، این دوتا جمع و تفریق میشن، منهای سه با یک جمع و تفریق بشه میشه منهای دو، در اون ام ضرب میشه میشه منهای دو ام، منهای سه در یک ضرب بشه میشه منهای سه. این طرف این مساوی نباشه با وسط این، مساوی نباشه با 12، معادله درجه دو همه رو میریزم یه طرف، پس ام دوی کمردر گرفتم منهای دو امه منهای 15 باید مخالف صفر باشه. دلتا دوست داری که دوست نداشته باش،
اتحاد برو دیگه، ضربش بشه 15 جمعش بشه 2، 3 5 تا خوبه؟ آره. ام ام مخالف 0، 3 5 تا 15 تا، بعد این منفی باشه این مثبت. آره آره، پس یا ام منفی 3 نباشه یا ام 5 نباشه. باشه باشه باشه. مرسی بچه های گل. چه بچه های من نمیدونستم هدف اقام بچه های گل داره. مقدار این را بیابید که دستگاه جواب نداشته باشه. من نکنم کی جواب نداده؟ فقط شرطاشو بدیم ما هم دیگه. کی جواب نداده بچه ها؟ کی معادله جواب نداره؟ آفرین. آ به آ پریم مساوی باشه با ب به ب پریم، اما مساوی نباشه با سه به سه پریم. حل کنم؟ تمام شد ها؟ بیا درست تمام فکر کنم. آره یا یا نه تمام که صفحه آخری ترسیدم کمرم چرا دیر گیرم. آقا در دستگاه این اگر ماتریس طلایی آه درست غلطیه. ببینید چی میگه؟ اگر دترمینانت صفر نباشد دستگاه این جوابی نداره. غلطی علی، دترمینانت صفر نباشه که دستگاه من جواب داره. چرا که پرد میگه؟ نه خیلی جواب داره. نه خیرم دروغ بود. دترمینانت صفر نباشه دستگاه جواب داره. و پایان فکر کنم. خرداد 99 حدود امراطوری بیابید که دستگاهی داره جواب باشه. دور شهریور 99 ها همه نشان خودت به اینجا دیگه تنبله را کن دیگه اوج تنبله. خودت به مساوی منفی 3 برس، خودت به منفی 3 برس. ولی حالا بیه توضیح بدیم که داره جمعه بچه ها؟ آفرین. آ به آقی مساوی نباشه با به آقی آ آ به آ پریم مساوی نباشه با ب به ب پریم جواب داره. کی فاقد جوابه؟ یعنی بی شما جواب این اصلا نمیاد داره. نه کی فاقد جوابه؟ آ به آ پریم مساوی باشه با ب به ب پریم، مساوی نباشه با س به س پریم. هر کدوم میگی ترکنن کنم. آ یکی گفت سلو قد شد قطع نه نه یه گاه خودتی برو بیرون بیا. آه خوبه شهریور 1400 هم که آه کی گفت اصلا یگانه؟ اصلا بودی یگانه؟ آبجی نبودی یا اصلا بودی؟ آره نه فکرم بودی راست میگی داشت فکرم یه همه بیدار شدی گفتی بذار یه چی بگم یه وقت چک کردم مثلا. خیلی مخلصم بچه ها. مهربان امرا بیابید که دستگاه جواب نداشته باشه. اینو نمیدونم چرا حل کردم. دستگاه که یک جواب نداره دو به ام منها یک مساوی باشه با ام یک ام، مساوی نباشه با یک سوم. بعد رفتم اول این دوتا رو حل کردم. چرا نرم میکنم؟ این دوتا رو اول این دوتا رو اول حل کردم طرف این وسط این ام رو یافتم منفی یک و دو. باید مواظب باشید اگه مثلا امو میذاری اینجا مساوی با یک سوم نباشه. من منفی یک رو که گذاشتم اینجا مساوی با یک سوم نه پس درسته. بعد رفتم دو رو گذاشتم، دو رو گذاشتم اینجا دو یک هم مساوی نیست با یک سوم. آره نیست پس درسته. یه جفت اینا رو پذیرفتم. بعضی وقتا امایی که حالا مثلا تو سال بالایی ها تو سال بالایی ها مثلا امایی که اینجا به دست میاری ممکنه تو آخریه نشینه و کار ما رو خراب کنه. من میشه راست میگه من اشتباه کنه اشتباه من بود راست یه هایی ها نفتا نه یگانه جزو اون فعال ها بود فکر اصلا اون دترمینال شیشه رو یگانه گفت فرای یگانه افتاد. سپاسگزار از همه بچه های گلم. موفق و معید باشید. شبتون بخیر. خیلی مخلصم. اگه کسی سوالی حرفی حدیثی داره من در خدمتش هستم. فصل یک به سلامتی تموم شد بچه ها.
این جزوه رو بخونید به خود جمله کامل فصلی رو حتما میارید. بعد از اگه کسی هم چیزی صحبتی داره حرفی داره من در خدمتتون هستم. اگر هم که ندارید که خیلی ممنون که تحمل کردید منو و دیگه شرمنده دیگه ما توانایی و صدا اونم بلندمون اذیت شدیم عذرخواهی میکنم. یا علی مدد شبتون بخیر مخلص خدا نگهدار خدا حافظ.